زهیر، نوشته پائولو کویلو، ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی، قسمت ششم نگاهشون واقعا فرق داره. آره از مرگ میترسن. اما بالاتر از اون، تو چشمهاشون تصور قربانی شدن رو میبینی. زندگیشون در اون لحظه معنایی داره چون به خاطر چیزی از دستش میدن منظورت سربازاست آره سربازا و چیزی که قبولش برام وحشتناکه اما نمیتونم وانمود کنم که ندیدم جنگ یک آینه آینه خون و همینطور آینه عشق خل شدی؟ شاید خبرنگارهای جنگی دیگری رو هم میشناسم که از کشوری به کشور دیگه میرن و انگار مرگ روزمره بخشی از زندگیشونه. از چیزی نمیترسن. مثل یک سرباز با خطر رو به رو میشن. همه اینا به خاطر یک خبر باورم نمیشه. دیگه نمیتونن بدون خطر و ماجراجویی و آدرنالین در خونشون زندگی کنن. خبرنگاری که زن و سه تا بچه داشت به من گفت بهترین احساس رو در میدون جنگ داره. هرچند خانوادهش رو میپرستید و مدام از زن و بچه هاش حرف میزد. واقعا درکش غیر ممکنه. استر نمیخوام تو زندگی دخالت کنم اما فکر میکنم این تجربه برات بد تموم میشه. بد. زندگی بدون معناست. در جنگ همه میدونن که اتفاق خیلی مهمی رو تجربه میکنن. یه لحظه تاریخی؟ نه. این برای به خطر انداختن زندگی کافی نیست. در واقع جوهر حقیقی انسان رو تجربه میکنم. یعنی جنگ نه عشق تو هم مثل اونا شدی فکر میکنم همینطوره به خبرگزاریت بگو که دیگه بسه نمیتونم برام مثل داروه اگر در میدون جنگ باشم زندگی معنا داره. روزها بدون حمام میمونم. از همون جیره غذایی سربازا میخورم. شبها فقط سه ساعت میخوابم. با قررش گلوله ها بیدار میشم میدونم هر لحظه ممکنه کسی نارنجکی بندازه کنار ما و این باعث میشه زندگی کنم میفهمی؟ زندگی کنم به هر لحظه عشق بورزم به هر ثانیه جایی برای غم و شک و هیچ چیز نیست فقط عشق عظیمی به زندگی میمون حواست به من هست کاملا انگار یه نور الهی اونجاست وسط جنگ، وسط چیزی که محل حضور شره. قبل و بعدش ترس وجود داره. اما نه در لحظه ای که گلوله ها شلیک میشن. در لحظه شلیک گلوله ها انسان به مرز وجودش میرسه. میتونه قهرمانان ترین یا غیر انسانی ترین کارها رو بکنه. زیر بارون گلوله میره تا رفیقی رو نجات بده و همزمان به هر ای هم تیر میندازه بچه زن هر کسی در خط حمله باشه کشته میشه کسی رو میبینی که از شهری دور افتاده و کوچیک اومده که در اون هیچ اتفاقی نمیافته و در شهر خودش آدم شریفیه اما همین آدم به موزه ها حمله میکنه اشیایی رو نابود میکنه که قرن ها دووم آورده چیزهایی رو میدزده که لازم نداره به جای اون که قصاوت هاش رو مخفی کنه از اونها عکس میگیره و افتخار میکنه دنیای دیوونه ایه بعد کسی رو میبینی که همیشه شیاد و خائن بوده. اما حالا فضای رفاقت و اتحاد رو حس میکنه و دیگه نمیتونه دست به خطا بزنه. در واقع همه چیز برعکس عمل میکنه. کمکت کرده تا جواب سوالی رو پیدا کنی که هانس تو اون کافه ی توکیو از فریتز پرسید آره جوابش جمله ای از کشیش ایسوی تیلار دوشاردنه میگه چیزی به نام عشق دنیای ما رو احاطه کرده اینک بر انرژی باد و دریا و آفتاب تسلط یافته ای. اما روزی که انسان بر انرژی عشق تسلط یابد کاری به اهمیت کشف آتش انجام داده است اینو فقط به این خاطر یاد گرفتی که رفتی جبهه نمیدونم اما شاید متناقض به نظر بیاد اما دیدم که تو جنگ آدما شادن دنیا براشون معنا داره. گفتم که قدرت مطلق یا قربانی شدن به خاطر یک هدف معنایی به زندگیشون میده. میتونن بدون حد و مرز عشق ببرزن چرا که چیزی برای از دست دادن ندارن یک سرباز زخمی محتظر هیچ وقت به گروه پزشکی نمیگه خواهش میکنم جونم و نجات بدیم. معمولا آخرین کلماتش اینه که به زن و بچم بگین دوستشون دارم. میفهمی؟ در لحظه نامیدی از عشق حرف میزنه. پس به نظر تو آدم فقط وقتی در جنگه معنای زندگی رو میفهمه. اما ما همیشه در جنگیم. همیشه با مرگ می جنگیم. هرچند می دونیم که سرانجام مرگ پیروز میشه. این موضوع در جنگ های مسلحانه بارستره. اما تو زندگی روزمره هم همینه. غم همیشگی تجملیه که وسع ما بهش نمیرسه استر میخوای من چی کار کنم به کمک احتیاج دارم کمکی نیست که بگی برو استعفا بده این ما از قبل هم آشفته تر میکنه باید برای هدایت این چیز راهی پیدا کنیم تا بذاریم انرژی این عشق ناب و مطلق از بدنمون بگذره و در اطراف پخش بشه. تنها کسی که تا حالا منو درک کرده مترجمیه که میگه الهام هایی درباره این انرژی داشته. اما به نظرم اون کمی از واقعیت پرته. تصادفا منظورت عشق به خدا نیست؟ ببین اگه کسی بتونه بی قید و شرط محبوبش رو دوست داشته باشه داره عشق به خدا رو نشون میده. اگه عشق به خدا رو تجلی بده هم نوعش رو هم دوست داره. اگه هم نوعش رو دوست داشته باشه خودش رو هم دوست داره. و اگه خودش رو دوست داشته باشه همه چیز برمیگرده سر جای خود. تاریخ عوض میشه تاریخ هرگز به خاطر سیاست یا فتوحات یا فرضی پردازی یا جنگ عوض نمیشه از آغاز زمان دیدیم که این چیزا فقط تکرار میشه و چیزی رو عوض نمیکنه تاریخ وقتی عوض میشه که بتونیم از انرژی عشق استفاده کنیم همونطور که از انرژی باد، دریا یا اتم استفاده میکنیم فکر میکنی میتونیم دنیا رو نجات بدیم؟ فکر میکنم خیلی یا مثل من فکر میکنن کمکم میکنی؟ البته اما باید به من بگی چی کار کنم اما دقیقا همینو نمیدونم از وقتی که برای اولین بار به پاریس آمدم آن پیتزا فروشی دوست داشتنی پاتوقم شده بود و حالا دیگر بخشی از سرگذشت من هم بود آخرین بار بعد از گرفتن نشان رسمی هنر و ادب از وزارت فرهنگ به آنجا رفتیم تا جشن بگیریم. البته دیگران معتقد بودند که باید در رستوران گرانتر و پرزرق و برقتری بزرگ داشت رخدادی به این مهمی را می گرفتیم. اما روبرتو، صاحب پیتزا فروشی برای من نوعی تلسم مقدس شده بود. هر بار به رستوران او می رفتم، اتفاق خوبی در زندگیم می افتاد. هم میتونم درباره مسائل عادی مثل بازتاب کتاب زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن صحبت کنم و هم درباره احساسات متناقضی که در برنامه تئاترت داشتم. حرفم را تصیح کرد. برنامه تئاتر نبود. یک ملاقات بود. داستان تعریف می و برای انرژی عشق می رقصیم. به هر حال می درباره هر چی می صحبت کنم. اما هر دو می برای چی اینجایی. به خاطر همسرت میخائیلی که این حرف را زد اکنون حال و هوای مبارزه طلبانه جوانان همسن و سالش را داشت و در او هیچ اثری از آن جوان کم روی مراسم امضای کتاب یا آن رهبر معنوی در آن ملاقات نبود اصطلاح و اشتباه به کار نبر همسر سابقم خواهشی دارم منو ببر پیشش میخوام توی چشم هم نگاه کنه و بگه چرا رفته فقط در این صورت میتونم از دست زهیرم رها بشم وگرنه روز و شب شب و روز خاطرات مشترکمون رو صدها و هزارها بار برای خودم مرور میکنم. مدام سعی میکنم بفهمم در چه لحظه ای اشتباه کردم و راهمون از اون به بعد از هم جدا شد. میخندد. مرور خاطرات فکر خوبیه. انگار همه چیزا عوض میکنه. عالیه. اما ترجیح میدم بحث های فلسفی رو کنار بذارم. میدونم تو هم مثل همه جوونا قاعده دقیقی برای اصلاح کار دنیا داری اما تو هم مثل همه جوونا روزی به سن و سال من میرسی و میبینی تغییر اوضا به این سادگی هم نیست اما حالا بحث دربارش بیفاید است میتونی لطفی رو که خواستم در حقم بکنی؟ اول سوالی دارم. با تو خداحافظی کرد؟ نه. گفت میخواد بره؟ نگفت. خودت میدونی. فکر میکنی استر اینطور آدمیه؟ میتونه مردی رو ترک کنه که ده سال باهاش زندگی کرده و پیش از رفتن حتی باهاش روبرو نشه تا دلیل رفتنش رو بگه اما دقیقا همین آشفتم کرده منظورت چیه روبرتو حرفمان را قطع کرد و پرسید چه میخوریم به روبرتو گفتم خودش چیزی برایمان انتخاب کند موقع آن نبود که گرفتار تردید انتخاب غذا بشوم تنها چیزی که واقعا برایم مهم بود این بود که در اسرع وقت یک بطری شراب قرمز بیاورد. روبرتو مارکش را پرسید. اولین اسمی را که به ذهنم رسید گفتم. پی برد که دیگر نباید مزاحمم بشود در تمام مدت نهار نباید چیزی از من بپرسد و خودش باید تصمیمهای لازم را بگیرد و بگذارد ذهنم متوجه مکالمه هم با جوان روبرو باشد. شراب در عرض سی ثانیه رسید. گیلاس های من را پر کردیم. چی کار میکنه؟ میخوای بدونی؟ وقتی سوالم را با سوال دیگری جواب میدهند احسابی میشوم. بله میخوام بدونم. گیلیم میبافه زبان فرانسه درس میده گیلیم زن من که برای تمام زندگیش پول داشت که در دانشگاه خبرنگاری خوانده بود که به چهار زبان حرف میزد حالا با گیلیم بافی و درس دادن به خارجی ها امرار معاش میکرد باید خیشتنداری می کردم. نباید غرور مردانه او را جریه دار می کردم. هرچند شرمنده بودم که نتوانستم هرچه استر می خواست به او بدهم. خواهش می کنم درک کن در این یک سال چی به من گذشته. نمی خوام رابطه شما رو تهدید کنم. فقط میخوام دو ساعتون رو ببینم یا حتی اگه شده فقط یک ساعت میخایل کلماتم را مزمزه کرد با لبخند گفت یادت رفت جواب سوالمو رو بدی فکر میکنی استر آدمیه که بتونه مرد زندگیش رو ترک کنه بدون اون که دست کم خداحافظی کنه یا دلیل رفتنش رو بگه؟ فکر می کنم نه. پس چرا این داستان اون منو ترک کرده رو سر هم می کنی؟ چرا میگی نمیخوام رابطه شما رو تهدید کنم؟ گیج شده بودم. چیزی به نام امید در وجودم احساس میکردم. هرچند نمیدانستم این امید چیست و از کجا می آید. منظورت اینه که دقیقا منظورم اینه که به نظر من اون ترکت نکرده. منو هم ترک نکرده. فقط ناپدید شده. برای مدتی یا برای بقیه یا عمرش. اما هر دومون باید به این خواستش احترام بذاری. انگار نوری در آن پیتزا فروشی درخشیدن گرفت که همیشه خاطرات و داستانهای خوب را به سوی من می آورد. نومیدانه می حرف آن جوان را باور کنم. اکنون زهیر در تمام اطرافم می تپید. می دونی کجاست؟ می دونم. اما باید به سکوتش احترام بذارم. هرچند برای منم دلتنگی زیادی آورده. این وضعیت برای منم خیلی گیج کنند است. یا استر از ملاقات با عشقی که می بلعه راضیه یا منتظر یکی از ما به دیدنش بریم یا مرد دیگه ای رو پیدا کرده یا ترک دنیا کرده به هر حال اگه تصمیم بگیری بری سراغش نمیتونم جلو تو بگیرم. اما فکر میکنم در راه باید یاد بگیری که چطور هم جسمش رو پیدا کنی و هم روحش رو. میخواستم بخندم. میخواستم در آغوشش بگیرم یا بکشمش. احساساتم با سرعتی باور نکردنی تغییر می کرد. تو و اون با هم رابطه داشتیم؟ نه. استر نمی خواست. اما در وجودش شریکی رو پیدا کردم که همیشه دنبالش می گشتم. کسی که کمکم کرد تا مأموریتی رو شروع کنم که به من سپرده شده بود. فرشته ای که درها، راهها و جاده هایی رو برون باز کرد که به ما اجازه میده اگر بانو بخواد دوباره انرژی عشق رو به سوی زمین بکشیم. ما هر دو یک معموریت داریم. و فقط برای اینکه آرومت کنم میگم من دوست دختر دارم دختر موبوری که روی سکو بود. ایتالیاییه. راست میگی؟ به نام انرژی ایزدی راست میگم. تکه پارچه تیر رنگی از جیبش بیرون آورد. اینو میبینی؟ در واقع رنگ این پارچه سبزه. اما قهوه‌ای به نظر میرسه چون که آغشته به خون خشک شده است. در یکی از کشورهای دنیا سربازی قبل از مرگ به استر وصیت کرد که پیرهنش رو در بیاره، تکه تکه کنه و اون تکه ها رو بین کسانی تقسیم کنه که پیام اون سرباز رو میفهمن. تو هم از این پارچه ها داری؟ استر هیچ وقت چیزی به من نگفت. هر وقت استر کسی رو میبینه که باید این پیام رو بهش برسونه کمی از خون اون سرباز رو هم بهش میبخشه. این پیام چیه؟ اگر استر پیام رو به تو نداده فکر نمی کنم بتونم چیزی بگم. هرچند از من نخواست موضوع رو مخفی نگه دارم. کس دیگه ای هم از این پارچه ها داره؟ همه ای اونایی که روی سکو بودن. ما با همیم چون استر ما رو متحد کرده. باید با احتیاط پیش میرفتم تا با او رابطه برقرار کنم. باید سپرده ای به حساب بانک مساعدت واریز می کردم. نباید میترساندمش نباید استراب نشان میدادم باید درباره خودش کارش کشورش میپرسیدم که با آن غرور از آن حرف میزد باید میفهمیدم که راست میگوید یا انگیزه دیگری دارد. باید کاملا مطمئن می شدم که هنوز با استر ارتباط دارد یا او هم ردش را گم کرده. هرچند شاید ارزش ها در آن زادگاه دور دست او فرق داشت. اما میدانستم بانک مساعدت همه جای دنیا عمل می کند. مؤسسه ای که مرز نمی شناسد. از یک طرف دلم میخواست تمام حرفهایش را باور کنم. و از طرف دیگر قلبم هنوز بسیار رنجیده و خونچکان بود. به خاطر آن هزار و یک شبی که بیدار مانده بودم. به امید آنکه صدای چرخش کلید را در قفل بشنوم. به امید آنکه استر وارد شود و بی هیچ کلامی کنارم دراز بکشد. با خودم قرار گذاشته بودم که اگر روزی این طور شد هیچ سوالی نپرسم. فقط گونه را ببوسم و بگویم شب بخیر عزیزم. و روز بعد با هم از خواب بیدار شویم دست در دست هم انگار آن کابوس هرگز رخ نداده است. روبرتو با پیتزاها از راه رسید. انگار حس ششم داشت درست همان موقعی که باید زمان می خریدم تا فکر کنم. دوباره میخایل را تماشا کردم. سعی داشت خودش را آرام کند و بر قلبش مسلط باشد وگر نسکته می کرد. گیلاس شرابم را سر کشیدم و دیدم که او هم همین کار را کرد. چرا عصبی بود؟ حرف تو باور می کنم. برای صحبت وقت داریم. الان از من می خوای تو رو ببرم پیشش. دستم را خانده بود. باید از اول شروع می کردم. بله. به موقعش این خواهش رو می کنم. سعی می کنم متقاعدت کنم. برای اینکه موفق بشم دست به هر کاری میزنم اما عجله ندارم هنوز یک پیتزای درست و حسابی جلو مونه میخوام دربارت بیشتر بدونم متوجه شدم دستهایش میلرزد و خیلی سعی دارد جلوی لرزش دستش را بگیرد من مأموریتی دارم هنوز نتونستم را انجام بدم اما فکر می کنم هنوز روزای زیادی در پیش دارم. شاید بتونم کمکت کنم؟ میتونی. هر کسی میتونه. کافی کمک کنی تا انرژی عشق در دنیا پخش بشه. بیشتر از اینم میتونم کمک کنم. نمیخواستم زیاد تند بروم تا فکر نکند میخواهم وفاداری او را بخرم. احتیاط هرچه احتیاط کنم باز هم کم است. شاید راست بگوید اما شاید هم دروغ گفته تا از رنج من سو استفاده کند. ادامه دادم من فقط یک انرژی عشق میشناسم. عشقم به زنی که ترکم کرد. بهتر بگم خودش رو از من دور کرد و حالا منتظرمه. اگه دوباره بتونم ببینمش مرد خوشبختیم. دنیا بهتر میشه چون یک روح در اون رازیه. به سقف نگاه کرد. به میز نگاه کرد. گذاشتم سکوت تا حد امکان بیشتر طول بکشد. سرانجام همچنان که چشمهایش را پایین میانداخت تا نگاهش به نگاه من نیفتد گفت صدایی میشنوم مزیت نوشتن کتابهایی با مزامین روحانی این است که میدانم همیشه با افرادی که عطیه خاصی دارند ملاقات میکنم. بعضی از این عطایا واقعی است، بعضی ها خیالی، بعضی ها میخواهند سوء استفاده کنند و بعضی میخواهند آزمایشم کنند. دیگر آنقدر مسائل خارق العاده دیدم که امروز شک ندارم که معجزه وجود دارد و همه چیز ممکن است. انسان شروع کرده به باز شناختن چیزی که از یاد برده بود نیروهای درونیش اما این بار قضیه فرق داشت آن لحظه اصلا برای صحبت در این بار مناسب نبود تنها چیزی که برایم اهمیت داشت زهیر بود احتیاج داشتم که زهیر دوباره نام استر را به خود بگیرد. میخایل میخایل اسم واقعیم نیست. اسمم اولگه. اولگ اسمم میخاییله. خودم انتخابش کردم. موقعی که میخواستم دوباره در زندگی متولد بشم. ملک مقرب جنگجو با شمشیر آتشینش راه رو باز میکنه تا به قول تو رزماوران نور بتونن خودشون رو پیدا کنن. معمولیت من همینه. معمولیت منم همینه. ترجیح نمیدی درباره استر صحبت کنی؟ چطور؟ دوباره موضوع را عوض کرد و به چیزی پرداخت که برای من جالب بود؟ حالم خوب نیست. چشمهایش را از روی من برداشت و در تمام رستوران گرداند. انگار دیگر آنجا نبود. نمیخوام درباره این موضوع صحبت کنم. این صدا اتفاقی عجیب، بسیار عجیب رخ میداد. تا کجا میتوانست توانست پیش برود تا مرا تحت تاثیر بگذارد آخر سر مثل خیلی های دیگر از من میخواست کتابی درباره زندگی و نیروهای او بنویسم؟ هر وقت هدف مشخصی در پیش دارم برای رسیدن به آن آماده هر چیز هستم به هر حال در کتاب هایم همین را میگویم و نمیتوانم به گفته های خودم خیانت کنم. حالا هدفی داشتم. باید یک بار دیگر در چشم های زهیر نگاه می کردم. می اطلاعات تازه‌ای به من داده بود. معشوق او نبود. استر مرا ترک نکرده بود. برای بازگشت او فقط زمان مطرح بود. شاید همان ملاقات در پیتزا فروشی فقط یک صحنه سازی بود جوانکی که نمیدانست چطور در زندگی پیروز شود برای رسیدن به خواستش از آن بیگانه دردمند استفاده میکرد یه گیلاس دیگر شراب نوشیدم. میخایل همین کار را کرد. غریزه می میگفت این کار میخایل از دوراندیشی اوست. بله، میخوام از استر حرف بزنیم. اما میخوام درباره تو هم بدونم. واقعیت نداره. میخوای منو اقوا کنی. رازیم کنی تا کاری رو بکنم که خودم از اول آماده انجامش بودم. اما رنجت نمیذاره به وضوح ببینی. فکر میکنی شاید حرفام دروغ باشه. شاید میخوام از این وضع سو استفاده کنم. هرچند دقیقا فکرم را خوانده بود اما صدایش بلندتر از حد رعایت آداب معاشرت بود. مردم برگشتند تا ببینند چه شده. میخوای تحت تأثیرم بذاری خبر نداری که کتابات زندگی معوض کرده و از نوشتهات خیلی چیزا یاد گرفتم درد تو رو نابینا و بیچاره و گرفتار وسواس زهیر کرده به خاطر عشقت به اون دعوت به این نهار رو قبول نکردم هنوز باور ندارم به نظر من فقط غرور جریه دار شده چیزی که باعث شد بیام صدایش بالا گرفت چشمهایش به هر طرف چرخید انگار داشت اختیار را بر خودش از دست میداد اون نورا چی شده چیزی که باعث شد بیام اینجا عشق اون به تو بود حالت خوبه روبرتو متوجه می شود مشکلی در کار است. لبخند زنان سر میز می آید. با دست روی شانه پسرک میزند و وانمود می کند چیزی نمیخواهد. خب ظاهرا پیتزای من خیلی بده. لازم نیست پولش رو بدید. میتونین همین حالا برید. رفتنی در کار نب. میتوانستیم بلند بشویم بیرون برویم و ظاهر عجیب و غریب این پسرک را به همه نشان ندهیم که وانمود میکرد کرد در آن پیتزا فروشی روحی بر او نازل شده. اما احساس میکردم موضوع جدی تر از یک نمایش ساده است. وزش بادو حس می کنی؟ دیگر مطمئن بودم بازی نمی کند. برعکس خیلی تلاش میکرد اختیارش را حفظ کند و داشت دچار حمله حراسی بزرگتر از حراس من می شود. نورا، نورا داره ظاهر میشه. خواهش می کنم منو ببر بیرون. بدنش شروع کرد به لرزیدن. حالا دیگر نمیشد چیزی را پنهان کرد. مردم بر سر میزهای دیگر داشتن بلند می شدن. تو غذاق س... نتوانست نتوانست جملهاش را تمام کند میز را هل داد پیتزاها گیلاسها ظرفها به پرواز درآمد و به اطرافیان خورد حالتش کاملا عوض شد بدنش میلرزید و چشمهایش در هدق میچرخید سرش به شکلی وحشیانه به عقب پرد شد و صدای برهم خوردن استخوانهایش را شنیدم آقایی از پشت میزی بلند شد قبل از اینکه میخائیل بیفتد روبرتو او را گرفت و در همان موقع آن آقا قاشقی از روی میز برداشت و در دهان او گذاشت فکر می کنم آن صحنه فقط چند لحظه طول کشید اما برای من ابدیتی بود دوباره نشریات جنجالی را تصور کردم که توضیح میدادند این نویسنده مشهور نامزد احتمالی یک جایزه ادبی مهم در یک پیتزا فروشی یک صحنه ماورا و طبیعی به پا کرده تا توجه همه را به کتاب جدیدش جذب کند. سوء زن من به شکلی مهار ناپذیر ادامه یافت. بعد کشف می کردند که آن واسطه روحی همان مردی است که با همسر نویسنده ناپدید شد. همه چیز از اول شروع می شد. و این بار دیگر شهامت و توان مقابله با آن آزمون را نداشتم. مطمئنا چند نفر از آشنایان من هم پشت آن میزها نشسته بودند اما کدامشان واقعا دوست من بود کی می توانست در مورد آن چه دیده بود سکوت کند لرزش بدنش قطع شد آرام گرفت روبرتو او را بر صندلی نشاند آن آقا نبزش را گرفت پلکایش را گوشود و به من نگاه کرد مطمئنا اولین بارش نیست چند وقت اونو میشناسی روبرتو که متوجه شد کاملا فلج شده ام هم گفت همیشه میان اینجا اما این بار اوله که در جمع این اتفاق میفته البته در رستوران من قبلا هم از این چیزا پیش اومده آن آقا به روبرتو گفت متوجه شدم اصلا نترسی کنایش به من بود که احتمالا رنگم پریده بود. آقا به سر میزش برگشت. روبرتو سعی کرد آرامم کند و گفت اون پزشک مخصوص بازیگر معروفیه. فکر میکنم باید بیشتر مراقب مهمونهاتون باشی. میخائیل یا اولگ یا هر چه اسم آن موجود بود به هوش آمد. به اطرافش نگاه کرد و به جای احساس شرم لبخند زد. کمی گیج و منگ بود. گفت ببخشید. سعی کردم خودم رو کنترل کنم. سعی کردم وقار خودم را حفظ کنم. روبرتو دوباره به دادم رسید. نگران نباشین. این آقای نویسنده ما اونقدر پول داره تا خرج ظرفهای شکسته رو بده. بعد به طرف من برگشت. سرعه. فقط یک حمله سرعه همین. از رستوران بیرون آمدی. میخایل بیدرنگ سوار تاکسی شد. ما که هنوز حرف نزدیم. کجا میری؟ الان وضعم برای صحبت مناسب نیست. میدونی کجا پیدا کنی پایان قسمت ششم